أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعلمنا حتى الآن وانتهينا عن المقدمات وكذلك انتهينا عن الكتاب الثاني والآن سنبدأ الكتاب الثالث درس أول در درس مي آموزين نتعلم في هذا الدرس درس أول متن متن كتاب جديد محمد يكي أز زبان أموزان جامعة المصطفى مفردات جديد زبان آموز همراه آموزش امتحان پایانی غیر از قایب، دیگر ورود خود و اهداف جدید یعنی جدید زبان آموز طالب اللغه همراه مع آموزش تعلیم امتحان پایانی الاختبار النهائي غیر از غیر من قائب الغائب دیگر آخر، ورود الدخول خود الشخص او النفس اهداف هدف اهداف وارد شدن وارد شدن یعنی دخول ورود شروع کردن یبدا بدايه تمام کردن انها و انتها شرکت کردن المشارکه قبول شدن ينجح بلند شدن القيام دست دادن المصافحه معرفی کردن تعریف الاخرین و توضیح دادن الشرح نتعلم في هذا الدرس حول المصدر الجذر الماضي لشيء ماضي بن ماضي شناسه فعل گذشته وشناصة الافعال في اللغه في فعل الماضي ما گذشته ونتعلم في هذا الدرس ماضي ساده يعني نتعلم في هذا الدرس إلى الماضي كتاب جديد الكتاب الجديد محمد یکی از زبان آموزان جامعه المصطفى صلی الله علیه و آله علی و سلم هست محمد واحد من طلاب جامعه المصطفى صلی الله علیه و آله علی و سلم او به همراه دوستانش هو مع دو ماه و نیم قبل وارد ایران شدند قبل شهرین و دخلو دخلوا الى ایران او جاءوا الى ایران او وردو آنها برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتند و کتاب اول را شروع کردند هم لتعلم اللغه الفارسيه ذهبوا الى مركز تعليم اللغه وبداوا كتاب الاول محمد ودوستانش پس از كتاب اول وارد كتاب دوم شدن محمد بعد استقاهي بعد قراءه إتمام كتاب الاول دخلوا الكتاب الثاني والسروز روز قبل آن را تمام کردن و قبل ايام انتهوا سپس در امتحان پایانی شرکت کردند ثم شاركوا في الاختبار النهائي همه شاگردان کلاس غیر از سعید که حدود یک هفته بود در کتاب امتحان کتاب دوم با نمره خیلی خوب قبول شدند كل الطلاب طلاب الصف الا سعيد لانه هو غائب حوالي اسبوع نجحوا او نجحوا بدرجه عاليه في امتحان الكتاب الثاني روز بعد محمد و دوستانش کتاب جدید گرفتن یا اون ثانی او یا اون بعد محمد و استقائه اخذو کتاب جدید و به کلاس رفتن و ذهبو الى الصف چون استادشان مریض بود استاد به کلاس آمد لانه کان استادهم مریض جا الى الصف هنگام ورود استاد جدید همه طلبه ها از جایشان بلند شدن عند دخول الاستاذ كل الطلاب في الصف قاموا من مكانهم استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس دست داد الاستاد في البداية صافحه مع جميع الطلاب في الصف. سپس نام و نام خانوادگی و اسم کشور آنها را پرسید ثم سأل اسمه اسم العائله و اسم العائل و بلده و بعد خودش را معرفی کرد ثم عرف نفسه ایشان گفت هو قال من سید علی حسینی هستم انا سید علی الحسینی من سی و نه سال دارم و اهل تهرانم انا عمری تسا و من تهران دوازده سال است که در قوم زندگی می کنم عشر سنه او اثنا عشر سنه تن عیشو فی و ده, سال است که در جامعه المصطفى صلی الله علیه وسلم زبان فارسی درس می دهم و ادرسو منذ عشر سنوات اللغة الفارسية في جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أستاذ حسيني پس احوال خود تابلو نوش الأستاذ حسيني بعد كيفية الأحوال والتعريف وبعد المعارف كتب على اللوحة بنام خدا بنام خدا يعني باسم الله أو بسم الله سپس مقداری درباري اهداف كتاب سوم توضیح داد ثم قليلا او مقداری تكلم حول او شرح حول اهداف الكتاب الثالث و درس اول را شروع کرد و درس الدرس الاول واجه های مخالف متضاد فی اللغة فارسیه دوست دشمن غایب حاضر ورود خروج گرفتن دادن رفتن آمدن وارد شدن خارج شدن شروع کردن، تمام کردن، پرسیدن، پاسخ دادن، بلند شدن و نشستن. دو صدیق، دشمن عدو، قائب غائب، حاضر حاضر نفسه، ورود دخول، خروج الخروج، گرفتن الاخذ، دادن العطاء، رفتن الذهاب، آمدن المجی، وارد شدن الدخول، خارج شدن الخروج، شروع کردن البدایه، یبدأ، بدء، بدء بدء تمام کردن انتها و نهایت چی؟ پرسیدن از سوال پاسخ دادن الاجابه بلند شدن القیام و نشستن الجلوس پرسیدن و سوال کردن نفس المعنا پرسید یا سوال کرد پاسخ داد جواب داد شما جواب دادی شما پاسخ دادی کلاه ما صحیح بلند شدن یا ایستادن قیام قام بلند شد و ایستاد وقفه بلند شدن بیدار شدن احيانا نستخدم بمعنى استيقاظ نستخدم بلند شدن بدل ان نقول بیدار شدن كلاهما صح وضده خابیدن النوم لطفاً توجه کنید رجاء انتبهوا مستر نتحدث عن المستر في اللغه الفارسيه رفتن طبعاً هناك ان موجود بالنهاية كلمه ان هذا علامه مستر في اللغه الفارسيه رفتن گرفتن، پوشیدن، ماندن، خریدن، درس دادن، یاد گرفتن، بلند شدن، شرکت کردن، تلفن زدن، برداشتن و بازگشتن و در آوردن. کما قلتو دقت کنید رفتن، درس دادن، برداشتن، رفتن از ذهاب درس دادن تدریس برداشتن الا در زبان فارسی برای ساختن هر فعل به ریشه فعل به هر فعل به ریشه فعل و شناسه نیاز داریم فی اللغه الفارسیه لتکوین الافعال نحتاج الى جذر الفعل ریشه ریشه یعنی جذر و شناسه فعل یعنی الام اد اند نحتاج الى هذه الامور لتکوین الافعال هذا سمونه شناسه فعل ریشه فعل گذشته يا بن ماضي ريشه فعل گذشته يا بن ماضي جذر الماضي مثلا المصدر رفتن اه رفتن ان اضافه علامه المصدر نحذف ان يبغى رفت هذا يصبح جذر الماضي اذا المصدر نحذف ان من نهايته فيب فيبغى رافت هذا رفت جذر فعل الماضي في اللغة الفارسية ومثلا شروكاردان طبعا هناك في اللغة الفارسية يوجد أفعال بسيطة ويوجد أفعال مركبة البسيط يتكون من جزء واحد وأفعال مركبة متكون من جزئين هناك شروكاردان المهم الجزء الثاني لاحظوا الأفعال المركبة المهم الجزء الثاني في تكوين الفعل وجذر الماضي مثلا شروع كردن شروع نحذف ان يبغى شروع كارد. وأما مثلا شناسه الفعل رفتم هذا رفت رفت يعني ذهب رفتم يعني انا ذهبت ام هذا شناسه الفعل بالفارسي نقول شناسه فعل رفتم يعني انا ذهبت رفتي انت ذهبت رفت هذا يعني هو ذهب يبغى هذا جذر الماضي رفتيم نحن ذهبنا رفتي شما انتم و رفتن هم او هن فاذا تعلمنا المصدر الجذر الماضي وكذلك تعلمنا هنا في هذا الدرس تصريف الماضي باشناسه فعل ام اي الثالث بدون تغيير إن إي و هذا شناسه فعل في اللغه الفارسيه مثلا من ام انا ام من رفتم تو ای تو رفتی او بدون تغییر رفت ما رفتیم نحن ذهبنا شما رفتید و آنها رفتند و هم ذهبو اما روش ساخت گذشته ساده الماض البسیط فی اللغه الفارسیه کیف هو فی اللغه الفارسیه ریشه گذشته یعنی جذر الماضی به اضافه شناسه گذشته شناسه فعل الماضی اضافت گذشته ساده مثلا فعل رفتن و برگشتن از ذهاب و رجوع رفت کما قرعنا بالفوق نفس الشی رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتن هنا رفتن مصدر حذف نون فبقیه رفت فنضیف و شناست فعل ام ای بدون تغییر این اید و اند رفتیم رفتید و رفتن و برگشت برگشتم برجشتى برجشت برجشتين و وبرجشنان هذا بالنسبة كيفية تكوين الماضي في اللغة الفارسية كما تعلمنا وأما متى نستخدم من الفعل سادة من الفعل من فعل الماضي متى نستخدم اقرأوا مندي في إيران أو مدام طبعا هذا واضح حتى في اي لغه حتى في اللغه العربيه ان نتحدث عن الماضي طبعا نتحدث عن الماضي يعني ماذا وقته دي شاب البارحه من دي شاب بإيران عمدا اتيت البارحه الى ايران من يك ماه پیش كتاب اول را تمام كردم انتهيت الكتاب الاول قبل شهر انها پارسال به بكشورشان برگشتن هم السنه الماضي رجعوا الى بلدهم ان شهر را هزار سال پیش ساختند هذه المدينة بنوه قبل مثلا ألف سنة جزشت الماضي حال حاليا دي المستقبل طبعا حتى الآن في هذا الدرس تعلمنا الفعل الماضي وكيفية تكوين الفعل الماضي انتهينا عن الدرس الأول من الكتاب الثالث والحمد لله رب العالمين